پس رد مقام‌های قضایی ایران به دادخواهی بستگان قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین. خانواده‌ها از نحوه رسیدگی ناراضی‌اند. مسئولان می‌گویند پرونده را سیاسی نکنید. در گفتگو با پدری که 4 عضو خانواده‌اش را در این پرواز از دست داده، می‌پرسیم خانواده‌ها درباره روند رسیدگی به پرونده چه می‌گویند. و از یک حقوقدان در کانادا می‌پرسیم آیا کشورهای درگیر در این پرونده ابزاری برای وادار کردن ایران به همکاری دارند؟ همچنین در برنامه امشب تجمع سراسری بازنشستگان تأمین اجتماعی در ایران. معترضان خواهان همسانسازی حقوقند، اما سازمان میگوید پول کافی ندارد. انتقادها از تبرئه رئیس جمهوری سابق آمریکا در سنا. آیا بستن پرونده استیضاح ترامپ به معنای پیروزی اوست؟ پرتغال‌ها در بعضی از شهرها واقعاً پایین اومد، یعنی زیر 20%. جولان نوع جدید ویروس کرونا در ایران. ICU ها در حال پر شدنند، مردم مشغول خرید شب عید. طرف دولت اونقدر احترام به من گذاشتن، به ملیت من، به کار من که و داستان پزشک ایرانی که مردم شهری کوچک در بلغارستان برای ماندنش تومار جمع کردند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام به شما، شبتون بخیر. در تهران خانواده های جانباختگان هواپیمای سرنگون شده اوکراین در مقابل دادسرای نظامی تجمع کردند. دیروز جلسه‌ای در دادسرای نظامی برگزار شد که در آن خانواده های قربانیان و صادق عربزاده بازپرس پرونده و معاون دادستان نظامی حضور داشتند. در این جلسه بازپرس توضیح داد که قرار نهایی صادر شده و منتظر تعیین تاریخ دادگاه هستند، بدون اینکه هیچ یک از خانواده ها یا وکلایشان به پرونده دسترسی داشته باشند. از روزی که پرواز PS752 اوکراین با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد، بیش از 1 سال و 1 ماه می‌گذرد. خیلی‌ها هنوز داغدار 176 سرنشین این پرواز هستند که همگی جانشان را از دست دادند. در 60 دقیقه امشب می‌پرسیم در این جلسه چه گفته شد و به خانواده‌ها چه گذشت. چرا حکومت هنوز هیچ متهمی را معرفی نکرده و جامعه بین‌المللی چه می‌تواند بکند؟ اول گزارشی ببینیم از فرین آسمی. تجمع خانواده‌های قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح. یکی از خواسته‌های آنها محاکمه و بازداشت امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه است. گفتم جنرال نگران نباش. امیرعلی حاجی‌زاده در یک برنامه تلویزیون ایران حمله موشکی به مقر نظامیان آمریکایی در پایگاه عین‌الاسد عراق را که به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران صورت گرفت، پیروزی خوانده بود. زدن عین‌الاسد همونطور که مقام معظم رهبری فرمودند یوم الله بود، واقعا پیروزی بزرگی بود. گفته هایی که واکنش گسترده مادران داغدار را در پی داشت. 18 دی را یوم الله خطاب کردید به خاطر زدن پایگاه عین الاسد که از قبل اطلاع داده بودید و خالی بود، یا به خاطر کشته شدن و به خاک و خون کشاندن 177 انسان بیگناه از جمله 4 جگرگوشه من. 176 انسان بیگناه و مظلوم را در آسمان وطن تیک پاره کردید، سوزاندید، 3 روز دروغ گفتید. شما که از اول می دانستید موشک زدید، چرا دروغ گفتید؟ حساب توییتر خانواده های قربانیان واقعه نوشته که صادق عربزاده بازپرس پرونده دادسرای نظامی در پاسخ به اعتراض خانواده ها گفته کدام کشور عاملین شلیک به هواپیمای مسافربری را محاکمه کرده تا ما این کار را بکنیم. در این توییت از معاون دادستان هم نقل شده که گفته کشتیم، خوب کردیم که کشتیم. زبونشون هم درازه و ما نیازی به دلجویی اونها نداریم، ولی توقع هم نداریم بهمون توهین کنن. یکی از پدران کشته شدگان برگشته اونجا گفته که شما بچه منو کشتید، جواب دادن کشتیم، خوب کردیم که کشتیم. این یعنی به نظر من اگر دادگاه عادلی وجود داشته باشه، بیشترین جرم رو میتونه شامل حال این کسی بکنه که همچین حرفی زده.
هفته پیش شبکه خبری CBS کانادا گفت دولت این کشور در حال بررسی یک فایل ضبط شده است که در آن شخصی که گمان می‌رود محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران باشد در مورد عمدی بودن سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک‌های سپاه بحث می‌کند. وزیر خارجه ایران در توییتی گفت که این فایل جعلی است. این محل استقرار سامانه پدافندی. مقام‌های مختلف حکومت ایران می‌گویند علت شلیک به هواپیمای اوکراین خطای انسانی بوده، اما اینکه پدافند سپاه چند ثانیه بعد از شلیک اول موشک دومی هم به هواپیما شلیک کرده باعث شده بسیاری این روایت را زیر سوال ببرند. این هم تازه ترین واکنش تورج دهخانی زنگنه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، در گفتگو با روزنامه شرق. آسمان قرار نبود ممنوع اعلام شود، مگر سازمان هواپیمایی کشوری قادر به بستن آسمان بود؟ باید از این سازمان درخواست کنند. جدای از آن، از این دست حوادث در جهان چقدر اتفاق افتاده؟ کم نیست. کسانی که با نظام، حاکمیت و جمهوری اسلامی عناد دارند، این بحث را سیاسی کردند. اما پیش از این جواد سلیمانی همسر الناز نبیعی از کشته شدگان این واقعه این فایل صوتی از حسن رضایی فر مدیر کل سازمان هواپیمایی کشوری را در اختیار BBC فارسی قرار داده بود. حرف شما میدم الان به فرض کن حرف شما میدم باز فضای کشور نیروی شما این حادثه زاده بخواست پنبه میشه تا من اینا میبستم گویا عملیات رو نمیدم. خانواده های جانباختگان سرنگونی هواپیمای اوکراین میگویند از عدالت قضایی در ایران ناامیدند. بعضی از آنها از مقام های ارشد حکومت به دادگاه های کانادا و آمریکا شکایت کردند. هرچند نتیجه این شکایت ها هنوز مشخص نیست. آنچه واضح است پایان زندگی 176 انسان و ویران شدن خانواده های آنهاست که جبران ناپذیر است. فرین آسمی، BBC. عباس صادقی وکیل دادگستری که دو فرزندش سهند و الوند صادقی و عروس و نوه‌اش را در سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده از تهران روی خط تلفن با ماست. آقای صادقی خوش آمدید به برنامه. شما خودتون دیروز در تجمع بودید، کمی برامون توضیح بدید که خواسته خانواده های بازماندگان چه بود و چه پاسخی شنیدند؟ با تشکر از شما که از من دعوت به عمل آوردید و از فرصت استفاده میکنم تولد همسر داغدارم رو تبریک میگم که اولین نفری که بهش تبریک میگفت نوه 5 سالم صوفی عزیزم بود که میگفت مای جون تولدت مبارک. خانواده های جانباختگان با هدف تدارک امکانات و پلاکاردهای جهت ملاقات با آقای بازپرس که قبلا مقدمات آن تمهید شده بود به دادسرای نظامی مراجعه کردند و هدفشون این بود که آیا پرونده تحقیقات تکمیل شده، متهمین هویتشان مشخص شده، آیا از آقای حاجی‌زاده یکی از متهمین اصلی این پرونده که با 14 دلیل به تاریخ 24/9/99 به دادسرای نظامی اعلام شده تحقیق به عمل آمده یا نه، به دادسرا مراجعه کردیم و ما را به مسجد دادسرا هدایت کردند. برخورد آقای بازپرس طبق معمول حداقل من اطلاع دارم داشت با ما داشته بسیار منطقی خوب بود، ولی به مجرد اینکه ایشون فرمودن قرار نهایی صادر شده در حالی که در قرار قبلی که قرار عدم استماع قرار عدم مطالعه پرونده صادر شده بود، طی اون اعلام شده بود که پس از تکمیل تحقیقات شما می توانید پرونده را مطالعه بکنید، ولی وقتی اعلام کردن که قرار نهایی صادر کرده ایم من وضعیت متعارفی نداشتم و مورد مداوا قرار گرفتم.
متاسفم آقای صادقی، میدونم که روزهای سختیه برای شما. اگر ممکنه برامون توضیح بدید که پرونده الان مشخصا در چه مرحله ایه؟ عرضم به حضور شما اون چی که آقای بازخوست محترم فرمودند، تحقیقات تکمیل شده و قرار نهایی صادر شده و مورد موافقت دادستان نیز قرار گرفته و ما بعد از ابلاغ قرار می توانیم به قرار اعتراض بکنیم. ولی شما هنوز ندیدید. پرونده... اما وقتی که ما پرونده رو مطالعه نکردیم، از هویت متهمین، نحوه مدافعات آنان، نظریه کارشناسان و درجه علمی آنها اطلاع نداریم، چجوری میتونیم اعتراض بکنیم؟ فقط اعتراض خشک خالی. اگر بعداً اجازه دادن پرونده رو مطالعه بکنیم، مستندات تکمیلی اعتراض رو به دادگاه اعلام خواهیم کرد. شما توضیح مختصری دادید، ولی برامون بگید که گام بعدی شما و بقیه کسانی که خانواده‌هاشون رو از دست دادند چیه؟ میخواید چه کار بکنید؟ چه کار میتونید بکنید؟ ما فقط ناچاریم اگر قرار به ما ابلاغ شد به قرار اعتراض بکنیم و این اعتراض به دادگاه ارجاع میشه و در اعتراض هم اعلام میکنیم چون پرونده را ما مطالعه نکرده ایم، ناچاریم اعتراض خالی رو تقدیم دادگاه بکنیم و اگر به ما اجازه مطالعه پرونده را دادن، اعتراض تکمیلی رو تقدیم خواهیم کرد. و توضیح بدم خدمت شما که ما در هر شرایطی تا خاتمه رسیدگی و تصمیم نهایی مقام قضایی موضوع را پیگیری خواهیم کرد. ممنونم از شما آقای صادقی، متشکرم که وقت گذاشتید با ما صحبت کردید. عباس صادقی، وکیل دادگستری که 4 عضو خانواده‌اش رو در حادثه سرنگونی هواپیمای اوکراینی از دست داده، ممنونم از شما. امیدوارم این روزهای سخت زودتر برای شما به پایان برسه. اما بهنام دارایی‌زاده، روزنامه‌نگار و حقوقدان از تورنتو با ماست تا بیشتر درباره همین موضوع صحبت بکنیم. آقای دارایی‌زاده، شما برامون توضیح بدید که طبق قوانین بین‌المللی دولت‌هایی که درگیر بودند، اینجا مثلا دولت اوکراین هست، دولت کانادا هست که خیلی از کسانی که کشته شدن اتباع این کشور بودند، چقدر حق دارن که آگاه باشند از روند ریز پرونده، این که چه اقداماتی داره انجام میشه؟ بله، مرسی از دعوت شما. ببینید، برابر در واقع قواعد کلی سازمان بین‌المللی هوانوردی غیر نظامی، کشوری که سانحه هوایی، حالا در اینجا واقعا نمیشه گفت سانحه، جنایت عملا اتفاق افتاده، ساله به رسیدگی هستش. در واقع به این معنا که ابتدا مراجع قضایی اون کشور به پرونده رسیدگی میکنن، اما این رسیدگی باید مطابق استانداردهای یک دادرسی منصفانه باشه، یعنی شما شفاف باشه، طرفین پرونده به طور شفاف به مدارک و مستندات دسترسی داشته باشن، وکلای انتخابی داشته باشن و بعد این مرحله انجام بشه. در نهایت هم که حکم صادر میشه، این حکم هم باید بازم بر اساس موازین استانداردهای بین‌المللی، بر اساس نرم ها باشه، در واقع یک مجازات مناسبی تعیین بشه و غرامت ها بشه و در واقع از خانواده های قربانیان دادخواهی بشه و این مرحله دادخواهی به اتمام برسه. آنچه مشخص است، نه به واسطه تفسیر شخصی من، به واسطه عملکرد سابق محاکم قضایی در جمهوری اسلامی، شما فرضاً قتل‌های زنجیری، پرونده‌های سابق رو نگاه کنید، کشتار در واقع اعدام‌های زندانیان سیاسی سال 67، جلوتر در واقع وقایع انتخابات سال 88، سال 96 و همین آبان 98، در هیچ کدوم از این موارد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دستگاه صالحی نبوده و نشون داده که اساساً بی‌طرف نیستش و ملاحظات سیاسی امنیتی مطرح است. ببینید در این پرونده که پای مقامات بلندپایه نظامی کشور از جمله حاجی‌زاده و غیره در میان هستش، در این چارچوب من شخصا امیدی به محاکم دادگستری در داخل ایران نمی‌بینم و اگر امیدی هست مستلزم به مراجع بین‌المللی هستش. مراجع بین‌المللی در واقع مشخصا دولت کانادا، همونطور که وزیر خارجه آقای شامپنگ گفتن، انتظار ندارن که
در واقع ایران شفاف عمل کنه، ولی منتظر میمونن که این در واقع روند انجام میشه. ولی بعد از انجام شدن ابتدا پرونده رو میتونن بفرستن به سازمان بین‌المللی هوانوردی و بعد از اون در دیوان دادگستری لاهه علیه ایران طرح دعوا کنن. در نظر بگیم فقط هم کانادا نیستش، همونطور که خودتون اشاره کردید دولت بریتانیا سر شهروندی داشتن، افغانستان داشته، تا جایی که یادم سوئد هست و در واقع یک پرونده بین‌المللی میتونه علیه ایران در دادگاه بین‌المللی لاهه رسیدگی بشه، با اینکه با این دلیل که در واقع سانحه نبوده، یک در واقع اقدام آمدانه بوده و مدارکی هم که خب میبینیم که موجود هستش که میشه حالا در ادامه بهش اشاره کرد و در واقع همکاران دیگر و فعالین دیگر بهش اشاره کردن و شواهد مستندات زیادی وجود داره که این حادثه عمدی بوده، از جمله اینکه خب دو مشک در واقع شلیک شد نه یکی. در واقع میگین که اول باید کشور اول این تحقیقات رو انجام بده و بعد کشورهای درگیر، دولت‌های دیگه بتونن به روند تحقیقات دسترسی پیدا بکنن. فکر می‌کنین این مسئله چقدر میتونه طول بکشه؟ همونطور که خب شما هم داشتین گوش می‌دادین با یکی از این اعضای خانواده‌ها که صحبت کردیم، خب شرایط خیلی سختی رو دارن می‌گذرونن و هرچی بیشتر طول بکشه خب برای این خانواده‌ها سخت‌تر هم هست. مسلمم پرونده متاسفانه پرونده طولانی خواهد بودش، حتی بعد از اینکه بخواد پرونده در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی بشه باز پرونده طولانی خواهد بود. انتظار نمیره که در یک بازه زمانی زودتر 4 سال 5 سال من فکر نمی‌کنم که پرونده به نتیجه مشخصی برسه و قربانیان این حادثه خانواده‌هاشون متاسفانه باید در واقع متحمل رنج‌ها و در واقع آسیب‌های روانی فراوانی می‌بینن و چاره‌ای نیست از این جهت. منتها آنچه هستش اینکه با فشار بین‌المللی بیاد، نه تنها فشار سیاسی بر دولت ایران بلکه فشار سیاسی بر همین دولت کانادا، دولت اوکراین، در داخل این کشورها هم با سازمان‌های حقوق بشری بر دولت‌های ملی خودشون فشار بیارن که بتونن در سطح بین‌المللی همکاری داشته باشن، لابی داشته باشن، کمیته‌ای تشکیل بشه، مراجعی تشکیل بشه که این کار به لحاظ حقوقی با دشواری‌های کمتری پیش بره، منابع مالی مشخصی تصویب بشه. این مسائلی هستش که به لحاظ تکنیکی وجود داره، اما باز به نظرم فعالین در واقع حقوق بشری، فعالین حقوقی باید در کشورهایی که درش ساکن هستن به دولت ملی خودشون فشار بیارن، از جمله در خود کانادا به دولت کانادا باید فشار بیاد که بتونه در سطح بین‌المللی بسیار فعالتر از چیزی که تاکنون بوده عمل بکنه. خب به نظر رسیدگی به این پرونده تو ایران داره طول میکشه. شما میگین که فشار بیارن، این فشارها به چه قالبی میتونه باشه؟ جامعه جهانی مشخصا چه کاری میتونه بکنه؟ ببین جامعه جهانی که میگید در واقع خود این در واقع کشورهایی هستن که درگیر بودن، مشخصا کانادا الان بیش از تا جایی که میدونم بالای 130 خورده ای افرادی از در واقع قربانی این حادثه کسایی بودن که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به کانادا در واقع مرتبط بودن یا سیتیزن این کشور بودن، بالای 50 نفر، برخیشون تعداد زیادی در واقع کسایی بودن اقامت دائمی دارن کانادا رو داشتن، برخی با ویزاهای دانشجویی کانادا در این کشور حق اقامت به تحصیل داشتن. در واقع تمام این فشارها در کانادا وجود داره و در طول این مدت هم وجود داشته، اما همینطور که خانواده ها اشاره کردن راضی کننده نبوده و این انتظار میده از دولت کانادا در سطح بین‌المللی با در واقع قاطعیت بیشتر این پرونده رو پیش ببره و پشت پرده بتونه بر دولت ایران در واقع فشار بیاره که این پرونده حداقل شفاف باشه. نمایندگان دولت کانادا باید بتونن در این دادگاه ها حضور داشته باشن، باید نهادهای مستقل، باید دادگاه به طور علنی برگزار بشه حداقل امکان و در واقع این دست حق دسترسی آزادانه به پرونده وجود داشته باشه. ببینید دولت ایران از همون روز اول اومدن خب مدارک مستندات رو در واقع حذف کردن و جعبه سیاه رو با مدت ها تاخیرش بیش از 6 ماه 7 طول کشید جعبه سیاه رو تحویل بدن، شفافیتی وجود نداشته و همه اینها باعث میشه که انتظار نباشه در آینده بخواد شفافیتی داشته باشه و راضی کننده باشه. در واقع پروسه رسیدگی قضایی در ایران هیچگاه راضی کننده نبوده، بر اساس معیارهای بین‌المللی نبوده، مشخصا در این پرونده با حساسیتی که هستش انتظار نمینه اتفاق بیفته. در واکنش لازم هستش که کشورهایی که دخیل بودن به نظر من خیلی با فعالانه‌تر از چیزی که تاکنون بودن رفتار بکنن، اقدام بکنن و فشار مضاعفی رو بر دولت ایران بیارن که دابعد بشه در دادگاه بین‌المللی به نتیجه مطلوب برسن. یه سوال دیگه هم دارم، این که گزارش شده که در ایران مثلا به خانواده‌هایی که اعتراض کردند گفتن که ما زدیم و خوب کردیم زدیم که فرزندتون رو کشتیم و اینها، اگر خانواده‌ها بخوان اعتراضی بکنن چه کار میتونن بکنن؟ چه کار میتونن، چطور میتونن فشار بیارن به مجامع بین‌المللی؟ کجا میتونن پیگیری بکنن؟
ببین در داخل کشور همونطور که عرض کردم واقعا مکانیزم و سازوکارهای مشخصی وجود نداره. بله میشه وکیل داشت، میشه قرارداد با وکلا قرارداد داشته باشن و این وکلا پیگیر پرونده باشن بتونن کیفرخواست بکنن. این کارها تا اندازه زیادی انجام شده، اما شما در نظر بگیرید دادگستری ایران همونطور که در عرایزم اشاره کردم دادگستری مستقلی نیستش که بخواد پرونده‌ای با این میزان حساسیت با موازین منصفانه پیش بیاد. کاری که میشه کرد با توجه به ملاحظات امنیتی همین اعتراضاتی هستش که افکار عمومی رو کماکان حساس در واقع نگه دارن و مطالبه گری داشته باشن و اعتراضاتی از این دست داشته باشن. ولی خب من و شما که خارج از کشور هستیم نمیشه توصیه داشته باشیم. در داخل کشور خود این افراد، خود اون قربانیان، ضمن اینکه متحمل رنج‌های زیادی هستن، باید کارهایی از این دست هم پیش ببرن که خود این واقعا توان و نیروی مضاعفی میخواد. انتظار میره فعالین داخل کشور بتونن به این خانواده‌ها کمک بکنن تا بتونن صدای خودشون و صدای دادخواهی خودشون رو هرچه بلندتر بکنن و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در واقع مجاب بکنن که حتی امکان حداقل شفاف شما پرونده در واقع به آستانه کیفرخواست صادر شده تقریبا تا جایی که در جریان هستم، این در واقع مراحل رسیدگی تموم شده، کیفرخواست صادر شده که رفته به دادگاه نظامی تهران برای تعیین تاریخ رسیدگی. در این مرحله این حق خانواده هستش که حق قانونی خانواده هستش که حداقل نام و عنوان متهم رو بدونن. در حال حاضر حتی شما یک متهم اسمش رو نمیدونی، گفته شده که 10 نفر بازداشت شدن در همون ابتدا و این باز خبرهایی بودش که در این مدت تنها یک نفر کماکان در بازداشت هستش. اسامی رو گفتن که بله فرمانده های بالا مرتبه نظامی هستن ولی باز هیچ اشاره‌ای نیستش که مشخص نیست مثلا آقای حاجی زاده هست نیستش که بعید میدونم باشه و همه اینها باعث نارضایتی کاملا در واقع منطقی خانواده ها وکلاشون و قربانیان این حادثه است، در واقع بازماندگان هستش و این حقشون هست و انتظار میره که فعالین داخل کشور با همراه بکنن تا بتونن این عزیزان صدای خودشون هر چه بلندتر گوشه مسئولین جمهوری اسلامی برسونند. ممنونم از توضیحات شما بهنام دارایی زاده، روزنامه‌نگار و حقوقدان از تورنتو با ما. متشکرم. مرسی. بر اساس گزارش‌ها بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تأمین اجتماعی امروز در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در تهران و چندین شهر دیگر ایران تجمع کردند. در بیانیه تجمع سراسری آنها آمده که وضعیت معیشتی بازنشستگان و مستمری بگیران هر روز وخیم‌تر می‌شود، اما دولت همچنان از پرداخت بدهی‌اش به صندوق بازنشستگان تأمین اجتماعی خودداری می‌کند. گفته می‌شود بدهی دولت به این صندوق بیش از 340 هزار میلیارد تومان است. یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های معترضان متناسب سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران است. ما حقوق از دست رفته خودمون ظرف 14 سال گذشته معادل 45% سفره بازنشسته کوچیک شده. با توجه که این آقایون 32 هزار میلیارد پول در اختیار سازمان تامین اجتماعی گذاشتن، متاسفانه 17 هزار میلیارد اون متناسب سازی کردن، اون هم نیمه شکسته و ما بقیه پول معلوم نیست به کجا رفته و سرانجام بقیه پول چه شد. خواسته اصلی ما حقوق مثل تورم، کشتی ما نشسته دیگر بگه نشسته، کشتی ما نشسته دیگر بگه نشسته. امیر امیرقلی فعال حوزه کارگری از تهران با ماست. خوش آمدید آقای امیرقلی. این تجمع گسترده‌ای بوده که به نسبت کم سابقه است نسبت به تجمع‌های گذشته. چه شد که اینقدر گسترده شد؟ من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان عزیزتون. این تجمعی که امروز رخ داد در واقع دومین تجمعی بود که در ماه بهمن رخ داد. اوایل بهمن ما هم تجمع باز هم بازنشستگان تجمع دیگری رو داشتن در شهرهای مختلف کشور و این تجمع دومه. واقعیتش اینه که چیزی که شما در گزارشتون پخش کردید، موزل اصلی این دوستان بازنشسته موزل معیشت. امروز خبر اومد که خط تورم در شهرهای بزرگ 11 میلیونه، برای خانواده شهرهای کوچیک 9 میلیون و 10 میلیون متوسطش میشه 9 میلیون. حقوق ها به مراتب کمتر از این، خدمات درمانی که به بازنشسته ارائه میشه خیلی کمتر از این حرفاست، بیمه هاشون هزینه درمانیشون رو پوشش نمیده. از طرفی دولت نه تنها بدهیش رو به صندوق های بازنشستگی نمیده، بلکه صندوق های بازنشستگی تبدیل به خانه امنی شده برای آقازاده ها و دوستانی که حقوق های نجومی میگیرن در شرکت های وابسته به این صندوق های بازنشستگی. از طرف دیگه شما میبینید دولت چوب حراج منوال 60 تا زد
چند ماه پیش اموالی که متعلق به دولت نیست که بتونه بره تو بورس بفروشه. این اموال متعلق به کسانی است که بیش از 70 سال دارن بی حق بیمه پرداخت میکنن، در واقع سهامدار اصلی اونان. دولت نه تنها بدهیشو نمیده، داره اموال سازمان رو هم میفروشه، حقوقها به مراتب کمه. دولت امسال بود تا حدودی اومد حقوق بازنشستگان خودش رو در هماهنگ سازی بالا برد، سعی کرد به تورم نزدیک کنه، به خط فقر نزدیک کنه تا به تورم، در حالی که اتفاق در مورد بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نمیفته، حقوقهاشون خیلی زیر خط فقره و همه اینها با مشکلات معیشتی اقتصادی درمانی باعث میشه که به قول اون تابلو که خیلی از جاها دست اون دوستان معترض بود، وقتی گرسنگی هست دیگه ترس نیست. این دوستان با سن و سالی که معمولا سیستم امنیتی میاد میگه آقا دانشجویان نمیدونم شور جوانیه و اینها، ولی به کسانی که تو سن و سال بازنشستگی هستن دیگه شور جوانی و شیدایی نمیدونم شلوغ کردن و دیده شدن ندارن، واقعا موزل معیشتشونه، گرسنه‌ان. کسی که گرسنه است از چیز دیگه نمیترسه دیگه، تو این سن و سال چیزی ندارن بندگان خدا بخوام ببازن. میگن که یه بخشی از درخواستشون در واقع افزایش حقوقشونه، چقدر ممکنه که سازمان تامین اجتماعی یا دولت به این خواسته رو عملی بکنه؟ ببین نمیتونه. دولت و صندوق‌های بازنشستگی کشوری که حدود زیر مجموعه خودشون هم هست، قانون بودجه است، این چیزای اطلاعات عمومی است، میشه در هر سال داره به اینها کمک میکنه. این صندوق‌ها عملاً ورشکسته‌اند. دلیلش رو باید ببینیم تو سرمایه‌گذاری های غلطی که شده. ببین دولت یه بخشی از بدهیش رو سالها اومده مقاصد با سازمان تصفیه کنه، اومده کارخونه ها و اموال ورشکستش رو داده به اینها، که نه تنها بدهی رو با سازمان صاف نکرده، یه هزینه مالی دیگری هم رو دوش سازمان گذاشته. اموال سازمان رو دولت داره میفروشه تو بورس با اون داستان هایی که تو بورس هست، واسه اینکه بتونه بودجه جاریش رو چیز کنه. دولت از کجا میخواد بیاره تامین کنه؟ چه شکلی میخواد بره؟ ببینید که بیاد اسکناس چاپ کنه و بیاد تامین اعتبار کنه و برفر سوخ ها رو ببره بالا، از اون و افزایش بی رویه تورم رو داره. تنها راهی که الان به نظر من میرسه آقایون، نه در صندوق تامین اجتماعی چه صندوق های بازنشستگی کشوری، سالها حیات خلوت کسانی بوده که میخواستن حقوق های نجومی بگیرن، صندوق ها رو رها کنن، اجازه بدن خود بازنشستگان به طریق شورایی بیان وایسن اداره کنن. این دوستان تواناییشو دارن. یه وضعیت صندوق ها از اینکه بر ورشکستن و در تامین حقوق آدم هایی که سالها 30 سال کار کردن و به اینا پول دادن موندن که بدتر نمیشه که. یعنی از سیاهی واقعا بالاتر چیزی نیست. خط تورم 9 میلیون 10 میلیون خط میگه خط تورم خط فقر 9 میلیون 10 میلیون با حقوق 2 3 میلیونی دیگه از این بچه‌ها چه بلایی میخوان سر بازنشسته بیارن؟ اجازه بدن خود بازنشسته اداره کنند. این کاریه که دولت، نه دولت روحانی، هیچ کدوم از دولت ها حاضر نبود این کارو کردن و حاضر این کارو بکنن. اما خود مقام ها به صورت رسمی چه پاسخی دادن؟ خودشون میگن که مشکل کجاست و کی میخوان مشکل حل بکنن؟ ببین پاسخ نمیدن. شعارهای امروز هم دیدین یادم میگفتن وعده وعید بسته، سفره ما خالیه. وعده وعید میدن، حقوق ها رو افزایش میدیم، خدمات رو درست میکنیم، اینها رو وعده وعید میشه داد. همیشه این وعده ها هست، همیشه این وعید ها هست. شما میبینید از تجمع دفعه پیش 3 تن از دوستان ما، آقای رضوی بود، آقای باباخانی بود، آقای قربانیان بود، از بچه های سندیکای شرکت واحد بودن که بازنشسته شده بودن و در تجمع اوایل بهمن در مقابل مجلس حضور داشتن، سیستم امنیتی خاصتشون و شعبه 2 دادسرای اوین براشون تشکیل پرونده دادن. این اقداماتی است که نه سوی دولت، سوی حاکمیت داره صورت میگیره و بوی حل مشکل ازش نمیاد. دوباره همون راه حل همیشگی است، میخوان سرکوب کنن فقط به خاطر شرایط سنی این دوستان روشون نمیشه، حالا حداقل تا الان روشون نشده نیروی سرکوب مستقیم بیارن، ولی دارن فشارها رو روی فعالین بازنشسته ها دارن میارن که آقا این تجمعات در کشور قطع بشه و راه حلی جز وعده وعید ندارن. یعنی میگم راه حلی نداره، صندوق ورشکسته پولی نداره که بخواد به کسی بده مگر اینکه دولت بیاد اموالش رو بهش برگردونه، بدهیش رو بده، صندوق ها رو اجازه بده خود بازنشستگان اداره کنن، شاید یه اتفاق مثبتی بیفته. متشکرم از توضیحات شما. امیر امیرقلی فعال حوزه کارگری از تهران با ما.
هادی کاظم‌آزاد، کارشناس اقتصادی پیشین سازمان تامین اجتماعی ایران و همچنین پژوهشگر سیاست‌گذاری اجتماعی دانشگاه برندایس از بوستون با ماست. خوش آمدید آقای کاظم‌آزاد. صحبت‌های آقای امیرقلی رو شنیدید که فعال حوزه کارگری بودن. شما به نظر شما این مشکلی که بازنشستگان ازش گله‌مندن، مشکل ریشه‌اش کجاست؟ والا فرمودن مهمانت خوب شما یه بخش از مشکلات توضیح دادند. همکاران من در سازمان تامین اجتماعی در سالهای ابتدای دهه 80 که وضعیت منابع خوب بود، رشد اقتصادی 8% کشور داشت، این نگرانی رو بارها اعلام کردند به در سطوح مختلف که سازمان تامین اجتماعی و نظام بازنشستگی کلی کشور به آرام آرام به مرحله‌ای خواهد رسید و میرسه که و تأمین منابع خودش مصارفی که داره منابعش کافی نخواهد بود و باید فکری بشه. متاسفانه علاوه بر این که فکری نشد، سازمان‌های خصوصا تأمین اجتماعی به عنوان سازمان پولدار در نظر گرفتن که یک جایی برای توزیع رانت سیاسی و قاعده سیاسی است. کیفیت حکمرانی در مجموع هم بد شد در 15 سال گذشته در طی دو دولت آقای روحانی و آقای احمدی نژاد و سازمان تأمین اجتماعی رفتار سیاسی باش شد و بهش بار اضافه شد. مثلا 18 تا تکلیف جدید در دوره آقای احمدی نژاد بهش اضافه شد و در دوره آقای روحانی هم بحث بیمه سلامت بهش بار شد و همه اینها این تن نحیفی که داشت میرفت به سمت اینکه منابعش رو دیگه کافی نباشه، مکفی نباشه برای مصارفش، این روند رو تشدید کرد. مدیریت نبود و به فراموش نکنیم که فرضاً در سال 55 هر 25 نفری که وارد سازمان می شده سازمان یک خروجی بازنشسته داشته، ولی الان این عدد به 4 رسیده، یعنی کسایی که وارد میشن و خارج میشن اندازه کافی رو نداره. به علاوه این که ما میدونیم که در طی 15 سال گذشته در کنار افت شدید این حکمرانی، یعنی کیفیتی که نظام اداری و نظام اجرایی کشور پیدا کرده، ما میدونیم که رشد اقتصادی ایران هم به خاطر این بی‌مدیریتی، به خاطر تحریم‌ها تقریبا صفر بوده و میدونیم که خصوصا متاسفانه در دوره کرونا اون چرا که شغل ایجاد شده بود بعد از برجام، کرونا از ما گرفت. به عبارتی شما یک اقتصادی داری که بایستی تقریبا 60% 70% رشد کرده باشه، در این سالها این رشد اتفاق براش نیفتاده، یعنی بعد 1.1 میلیارد دلار باشه، الان 430 میلیارد دلار، از دوره سال 84 کوچیک‌تره، جمعیت افزایش پیدا کرده و خب توان این که بتونه منابع رو بده. از اون ورم اندک منابع سرمایه گذاری که سازمان داره خیلی خیلی ناچیزه، خیلی کمه، شاید بتونه یک سال سازمان یا دو سال سازمان در بهترین حالت پوشش بده. نه تنها اونها رو به نحو مناسب مدیریتش نکردن، بلکه جولانگاه یک بر هر دو دولت، یعنی هم دولت آقای روحانی هم دولت آقای احمدی نژاد، یک جای بوده برای غارت، برای توزیع رانت و خب مردم هم اونو میبینن، یعنی کارگران اونو میبینن، صاحبان اصلی تامین اجتماعی کارگرا وقتی که احساس میکنن که حالا شاید اندازه و حجم 60 یا سازمان تامین اجتماعی یا منابعش شاید به لحاظ دیتا و آمار نداشته باشن، ولی وقتی میبینن که این ویترین سرمایه گذاری این گونه مورد دستبرد و غارت و ردپای آقازاده ها و افراد دیگه در این هست که حالا این چیزی که قرار هستش که آینده اونها رو تضمین بکنه، که درمان اونها و هزینه های زندگی اونها رو بعد از فراغت از کار تأمین خواهد کرد، این نگرانی ایجاد میکنه. به علاوه اینکه ما شوک های اقتصادی منفی هم مثل تحریم ها متاسفانه کرونا داشتیم که هم به این سازمان نحیف شده یه لاغر شده یه ضعیف شده مجال این که بخواد کار جدی بکنه نداده، و همین که مردم به عنوان و بازنشستگان کشورمون به عنوان کسانی که صاحبان اصلی تامین اجتماعی هستن، اونها هم در شرایط معیشتی خوبی نیستن که، و این نگرانی‌هاش دامن میزنه. بنابراین ما به سمت شرایط بسیار بسیار ناگواری داریم میریم، درش هستیم. سازمانی که یک زمانی منابعش بیش از مصارفش بوده و امکان سرمایه گذاری داشته، یک چیزی شاید نزدیک یک سالش بدهی به بانک‌ها داره، یعنی منابع گپ داره. امروز منابعش، پولی که میگیره و خرجی که باید برای امروز، و خیلی چشمانداز خطرناکی برای سازمان در ذهن همه ایجاد میکنه.
آقای کازاده، بیش از 2 سال پیش بود که مرکز پژوهش‌های مجلس ایران هشدار داد درباره اینکه احتمال ورشکستگی سازمان تامین اجتماعی وجود داره که به نظر من اتفاقی نیفتاده از اون سالها تا الان. اگر این سازمان ورشکست بشه چه خطراتی رو ایجاد میکنه به صورت کلی برای اقتصاد ایران؟ میدونید که ما تقریباً 17 تا صندوق بازنشستگی داریم که بزرگترین سازمان تامین اجتماعی هست و بعد از اون سازمان بازنشستگی کل کشور. یه چیز حدود مثلا 13-14% بودجه امسال قرار بوده برای اون سازمان‌های بازنشستگی دیگه خرج بشه که عملاً ورشکستن، یعنی منابعی ندارن و همش مصارفه. تامین اجتماعی یک گپی داره، مثلا حدود 70-80 هزار میلیارد تومان در مثلا بدهی داره، ممکنه حدود مثلا 10-15% گپ داشته باشه که این مدام بزرگ میشه و تا مادام اینکه وضعیت اشتغال کشور خوب نشه، یعنی ما ورودی شغل نداشته باشیم، اون عددی که در ابتدا خدمتتون گفتم متفاوت نشه، رشد اقتصادی نداشته باشیم و مدیریت تامین اجتماعی به کارشناسای واقعی سازمان واگذار نشه، ما به سمت تجربه ای میریم که متاسفانه شاید تو یونان دیدیم، یعنی نزدیک حدود مثلا 40-45 میلیون جمعیت شهری کشور، اینها کسایی هستن که مستقیما از منافع سازمان تامین اجتماعی چه در حوزه درمان چه در بازنشستگی دارن استفاده میکنن و اینکه سازمان نداشته باشه پول اینها رو به موقع بده، هزینه درمان اینها رو به موقع بده، که شما 30 سال کار کردید و الان به تامین خاطر و آسایشتون به این هست که یک جایی هست که هزینه زندگی شما رو تامین خواهد کرد از پولی که شما در گذشته پرداخت کردید. بنابراین یک چیزی شاید معادل خود بودجه کشور دولت پول بخواد. میدونیم که دولت 30-35% کسری بودجه داره، هر سال چیزی حدود مثلا 30-35% اضافه تر شاید پول بخواد تا بتونه منابع لازم رو ایجاد بکنه که سال به سال به مردم کمک بکنه و شاهد شاید بزرگترین فاجعه باشیم برای کشور اگر سازمان تامین اجتماعی کشور به عنوان یکی از بزرگترین صندوق از اون 18 صندوقی خدمتون گفتم نتونه به تعهدات خودش عمل بکنه و اون وقت همه درش مقصرن، شرایط اقتصادی، ناکارآمدی مدیریتی و بی توجهی که عرض کردم. از ابتدای دهه 80 مداوم همکاران من در سازمان به مدیران ارشد گوشزد کردن خطر رو. ممنونم از شما هادی کوزاره، کارشناس اقتصادی پیشین سازمان تامین اجتماعی، متشکرم. با تبرئه شدن دونالد ترامپ در سنای آمریکا، پرونده استیضاح رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده بسته شد. دیروز آخرین جلسه محاکمه آقای ترامپ در سنا بود که به اتهام او برای تحریک حمله هوادارانش به ساختمان کنگره رسیدگی می‌کرد. در این جلسه 56 سناتور علیه آقای ترامپ رأی دادند که کمتر از 2/3 لازم برای محکومیت او بود. دموکرات‌ها تنها 50 کرسی سنا را در اختیار دارند و در این روند تنها 7 سناتور جمهوری‌خواه با آنها همراهی کردند. آقای ترامپ تنها رئیس جمهوری در تاریخ این کشور است که 2 بار استیضاح می‌شود. خشایار جنیدی گزارش می‌دهد. محاکمه دونالد ترامپ در مجلس سنای آمریکا با این رأی به پایان رسید. سنا او را از اتهام تحریک هوادارانش برای حمله به کنگره آمریکا تبرئه کرد. دموکرات‌ها به حد نصاب 2/3 آرا برای محکوم کردن آقای ترامپ دست پیدا نکردند. هرچند 7 سناتور جمهوری‌خواه آنها را در این رأی همراهی کردند. اما تبرئه آقای ترامپ با رأی جمهوری‌خواهان به معنی حمایت همه آنها از عمل کرده او نبود. هیچ شبهه‌ای وجود ندارد که آقای ترامپ به طور عملی و اخلاقی مسئول تحریک افراد در رخدادهای آن روز است. مهاجمان فکر می‌کردند به دستورات رئیس جمهوریشان عمل می‌کنند. دموکرات‌ها دونالد ترامپ را به خاطر این رویداد، یعنی حمله هوادارانش به کنگره در 6 ژانویه در مجلس نمایندگان استیضاح کرده بودند و خواهان محکوم شدن او در سنا بودند. In the middle of the insurrection, when House Minority Leader Kevin McCarthy در میانه شورش، زمانی که رهبر اقلیت جمهوری خواهان کنگره به رئیس جمهور زنگ زد، دونالد ترامپ گفت ببینید که این افراد بیشتر از شما نگران نتیجه انتخابات هستند. وکلای مدافع آقای ترامپ با غیر قانونی دانستن این محاکمه اتهام ها را دروغ عنوان کردند.
This impeachment has been a complete charade from beginning to end. این استیضاح از اول تا آخرش یک نمایش توخالی برای انتقام گیری سیاسی است. دونالد ترامپ برای بار دوم از محکومیت در سنا نجات پیدا کرد. حالا دموکرات‌ها نمی‌توانند مانع از نامزدی او در انتخابات آتی شوند. هرچند در تاریخ آمریکا نام آقای ترامپ به عنوان رکورددار موارد استیضاح ثبت شده. خشایار جنیدی، بی بی سی، واشنگتن. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا، از لس آنجلس با ماست. خوش آمدید آقای مهدی. بعد از شکست آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، این پیروزی او چقدر برای خودش و هوادارانش مهمه و موفقیته؟ اونچنان که خودش امروز با واکنش نشون داده گفته این ابتدای شروع کار ما یا جنبش ماست، به عنوان جنبش ازش صحبت کرده، ولی واقعیتش این هستش که این اتفاق برای طرفداران برای حزب جمهوری خواه شاید یک فرصت تنفسگیری باشه، یه موفقیتی باشه که امتیازی رو به دموکرات ها ندادن، ولی آتشی رو که در حزب پا شده نمیخوابونه و مشکلات حزب زیاد خواهد بود. اما بخش، یعنی اگر ما جمهوری خواهان رو به دو گروه تقسیم بکنیم، کسانی که رأی به آقای ترامپ دادن برای اینکه ایشون نماینده حزب بود و کسانی که طرفداران واقعی پایگاه اصلی آقای ترامپ هستن، به روش‌های او، برخوردهای او، افکار او معتقدن، تئوری‌های توطئه، مقابله با حاکمیت و نهادهای جا افتاده و ارزش‌های موجود جامعه، قاعدتاً اونها خیلی خوشحال خواهند بود از این جریان. ولی خوشحالی است که واقعاً پایه‌ای نداره، چون حزب داره ریزش می‌کنه و بسیاری از همین گروه‌های تندرو و افراطی الان در میون خودشون برخوردهای جدی هست، بحثهای جدی هست و بعضیشون رهبرانشون، به خصوص که تا به حال ما میدونیم چه کوانان باشه چه پراد بویز باشه، اینا نسبت به ترامپ یه خود ناامید شدن، اصلا فکر نمیکردن که ترامپ پشتشون وانمیسته، اون روز میذاره برمیگرده میره، و فکرم میکردن الان 20 نفر از 80 نفری که دستگیر شده اصلا ادعاشون در دادگاه برای دفاع خودشون این هست که ما از ایشون فرمان گرفته بودیم رفته بودیم. به هر حال این نشون میده که طرفداران ترامپ همچین خیلی، اگر امیدی هم بستن به این نتیجه، امید واهی خواهد بود. حزب به طور جدی باید با مسائل خودش برخورد بکنه، به خصوص میان روهای حزب نگران آینده هستن. دیروز ممکنه که مثلا از این رای گیری که انجام شد و تبرعی که انجام شد در واقع سعی بکنن اون پایگاه ایشون رو نگه دارن برای انتخابات بخصوص میان دوره که در پیش هست، ولی در دراز مدت مشکل اساسی برای حزب جمهوری خواه وجود میاره. آقای مهدی، به این شکاف حزب جمهوری خواه حالا دیتر برمیگردیم. اگر برگردیم به همین رای که انجام شده، یک سری جمهوری خواه مثلا بعد از رای گیری، میچ مکانل گفتش که ترامپ مسئول حمله به ساختمان کنگره بوده ولی در حال علیه او رای نداد. چی شد که دموکرات ها نتونستن جمهوری خواهان رو اونطور که میخواستند راضی بکنن و حمایتشون رو داشته باشن؟ من فکر نمی کنم ما باید این نتیجه آرا رو نتیجه شکست دموکرات ها بدونیم. واقعیت این استش که موضع آقای ترامپ، رفتارش و کارش، هیچ کسی بهتر از به نظر من دیروز آقای مکانل نبود که خودش توضیح داد این چقدر خلاف کرده بوده و اصلا ایشون از وظایف قانونی خودش سر زده بوده برای متوقف کردن این جریان. بنابراین اعمال ترامپ واقعا قابل دفاع نبود و دموکرات ها هم تا اونجایی که میتونستن کاری که کردن که انجام شد. تنها چیزی که شاید مثلا دیروز به اتفاق افتاد و احتمال این که شاهد بخوان و در لحظه شاهد خواهی، هنوز ما جزئیات رو نمیدونیم چرا دموکرات ها تسلیم شدن که شاهد رو نخواستن، چون مثل که اونا وقتی که گفته بودن ما شاهد میخوایم، اینجوری که من صبح خوندم
گویا جمهوری خواه گفته بودن تا حدود 1000 نفر شاید ما میخواییم بیاریم اینها مسئله رو پیچیده کنن، کش بدن و کلن کش دادن این مسئله به نفع دموکرات ها و به خصوص دولت آقای بایدن نیست. این, ما این آتشیه که باید هرچی زودتر خاموشش کرد که بتواند بایدن و دولتش به کارهای اصلی خودش برسه. بنابراین من فکر نمی کنم اصلا موزه آقای ترامپ موزه قابل دفاعی بود که هیچ وکیل میبینید که نه اصلا مشکل داشت وکلاش بیان. وکلایی هم که اومدن وکلای جنایی هستن، وکلایی نبودن که تخصصی هم حتی در این کار داشتن و در فرصت کمی. در حال من نتیجه به نظر من اجتناب ناپذیر بود. اینکه رأی هم به جمهوری خواه ندادن به خاطر مسئله پایگاه ایشون هست که اونها این افراد به خصوص در ایالت‌هایی که اینا رأی میخوان به خصوص به زودی باید دوباره مورد انتخاباتشون پیش میاد، اینا خیلی حساسیت مسئله فقط مسئله دوام خودشون در حزب و قدرت بود، هیچ چیز دیگه ای واقعا نبود. اشاره کردن به این که حزب جمهوری خواه خب وضعیت خیلی خوبی الان نداره و حزب داره ریزش میکنه، آیا این شکافی که بین جمهوری خواه ها به وجود اومده و حالا در این رأی‌گیری هم دیدیم که 7 نفر از اونها رأی دادن علیه آقای ترامپ، آیا این یه موفقیت برای دموکرات‌ها؟ قاعدتاً برای دموکرات‌ها اگر ببینن رقیبشون ضعیف‌تر شده قاعدتاً یک فرصت خوبیه. من نمیدونم موفقیت نه، برای اینکه واقعیتش این هستش که یک اجماعی بین افرادی که واقعاً به نهادهای آمریکا معتقد هستن و معتقد هستن که این نظام دموکراتیک آمریکا باید برقرار بمونه و این بخشی از محافظه‌کاران هستن، گروهی که عملاً بر علیه خود آقای ترامپ فعالیت می‌کردن، این گروه هدفشون این پروژه لینکن این بود که مقابله بکنن، چون واقعاً 2-4 سال حاکمیت آقای ترامپ یک نوع تخلف از مسیر تاریخی حتی محافظه‌کاران بود. بنابراین و بعد اصلا حزب جمهوری خواه رو به عنوان یک حزب مخالف و مخالف دولت خود آمریکا و سیستم آمریکا معرفی کرده آقای ترامپ و این برای حزب نه تنها خطرناکه، برای خود کشور ده خطرناکه. بنابراین یک تفاهم عمومی بین شخصیت‌ها و روشنفکران که در رأس هر دو حزب هستن وجود داره که این یک سمی بود، یک سرطانی بود که ما باش مواجه شدیم و باید از این پل به یه نحوی رد بشیم. منتها هر کدوم از اینها چیز خودشونو دارن. در حال رقابت حزبی هم هست. حزب جمهوری خواه میخواد از این پل رد شه، منتها باید به گونه‌ای رد بشه که کمترین امتیازی رو به دموکرات‌ها بده. دموکرات‌ها قاعدتاً منافع خودشون رو دارن، اونها هم سعی میکنن به هر حال از این اتفاق فرصت لازم خوش استفاده لازم بکنن. یه سوال اگر بتونید کوتاه جواب بدین، چقدر برای حزب جمهوری خواه آمدن آقای ترامپ، این 4 سال ترامپ خوب بود چقدر بد؟ چون یه تخطیهایی کرد از چیزی که حزب جمهوری خواه میخواسته و از طرف دیگه اونقدر هوادارانش زیاد بودن که خیلی ها میگن اصلا خوب شد واسه حزب جمهوری خواه، چون این هواداران گسترده ای رو آورد به سمت حزب جمهوری خواه. چند موفقیت داشتش. یکی اول اینکه پایگاه حزب رو تهییج کرد و وسعت بخشید، نه وسعت جمعیتی بلکه اون بخشی که در حزب ساکت بود آرام بود آورد تو و آرای اونا رو به خصوص برای حزب. میدونید که در این انتخابات اخیر بیشترین جمعیت رای دهنده حضور یافته در تاریخ آمریکا، ولی این برای هر دو حزب بود. یعنی در واقع چون شخصیت ایشون یه شخصیت تضادی بود هر دو حزب اینطور شد. نکته ای که دیگری که برای حزب جمهوری خواه خیلی آقای ترامپ مفید بود این بود که قاضی های متعددی رو سر کارها در دادگاه ها قرار داد تا حتی سوپریم کورت. و مسئله سوم این مسئله مالیات بود که تونست این رو جا بندازه و خیلی سریع انجامش بده، کاری که دموکرات‌ها ریپابلیکن‌ها جمهوری خواه به سختی میتونستن انجام بدن، ولی این با هزینه بسیار زیادی برای حزب جمهوری خواه انجام شد. متشکرم از توضیحات شما. علی اکبر مهدی، استاد جامعه شناسی دانشگاه ایالتی کالیفرنیا از لس آنجلس با ما، ممنونم. همزمان با نگرانی از موج 4 شیوع کرونا در ایران، سازمان نظام پزشکی گفته که بخش مراقبت‌های ویژه در بیمارستان‌ها در حال پر شدن است. در همین حال با اعلام مرگ یک نفر دیگر بر اثر ابتلا به نوع جهش‌یافته ویروس کرونا، شمار رسمی قربانیان این نوع ویروس به 3 نفر رسیده.
رعایت نشدن مقررات بهداشتی و خریدهای سال نو هم نگرانی های زیادی ایجاد کرده. فیروزه اکبریان گزارش می‌دهد. تشییع پیکر مشید گودرز، پرستاری که دیروز بر اثر ابتلا به کرونا درگذشت، در بیمارستان لقمان حکیم تهران. مشید باردار بود و در بخش بیماران مبتلا به کرونا کار می‌کرد. خودش کرونا گرفت، مجبور به زایمان زودرس شد و نوزادش در 7 ماهگی به دنیا آمد. مشید یکی از تازه‌ترین قربانیان ویروس است، آن هم در میان افراد در خط مقدم مبارزه علیه ویروس. اما آخرین نخواهد بود. کشور در آستانه موج جدیدی از شیوع کرونا است. به گفته مسئولان موج 4. مردم در رفت آمدند، ویروس در گردش. این خلاصه حرف‌های مسئولان است. نمونه اش توییت مدیر کل روابط عمومی سازمان نظام پزشکی. شروع شد. اورژانس 2 تا، بخش 26 نفر و آی سی یو هم در حال پر شدن. علت با هم رفته بودیم بیرون. علت جلسه بودیم، ماسک رو برداشتیم، چای بخوریم. علت صبح جمعه دوستم اصرار کرد بیا دعای ندبه. علت همه چیز رو تا الان رعایت کردیم، سری به مادر زدیم. اینطور شد مادر الان آی سی یوه. یا این حرفهای سخنگوی ستاد مقابله با کرونا. اگر جای خیز بیماری صورت میگیره به خاطر عدم رعایت پروتکل هاست. بعدن باید بریم سراغ بحث اینکه این ویروس آیا ویروس جهش یافته است یا خیر. منظور از ویروس جهش یافته همان گونه است که اولین بار در بریتانیا شناسایی شد. ویروس دیگه تقریبا در کشور چرخیده. به گفته وزارت بهداشت این نوع ویروس حالا در ایران پخش شده. با ثبت یک مورد دیگر مرگ بر اثر ابتلا به نوع جهش یافته در کاشان، شمار موارد رسمی جان باختگان این گونه به 3 نفر رسیده. گونه‌ای که به گفته مسئولان خطر انتشارش 5 برابر و مرگ و میر آن 3 برابر بیشتر از نوع قبلی است. وزارت بهداشت میگوید در روزهای اخیر از شمار شهرهای کم خطر آبی رنگ کم شده. بدترین وضعیت را خوزستان دارد با 9 شهر در وضعیت قرمز، یعنی بسیار پرخطر. به گفته سخنگوی ستاد مدیریت کرونا در این استان، بیمارستان رازی پر شده و نگرانی از تکمیل ظرفیت بیمارستان‌های دیگر وجود دارد. در قزوین استاندار به مدت 2 هفته وضعیت فوق‌العاده اعلام کرده، از جمله ممنوعیت برگزاری مراسم عروسی و عزا و هر گونه تجمع. راه دیگه نداریم، یعنی همون شستن دست تکرار میشه. مسئولان عمدتاً دلیل شیوع بیشتر را رعایت نکردن مردم میدانند، هرچند انتقادهایی به نحوه مدیریت آنها وجود دارد. در مواردی معدود خودشان هم معترفند. رستوران ها یکی از جاهای بسیار خطرناکه، متاسفانه و متاسفانه و با شرمندگی که نتونستیم اقدامات مهمی روش انجام بدیم. واکسیناسیون به تازگی در کشور شروع شده. ما میتونیم جز کشورهایی باشیم که تو سال 1400 واکسیناسیون رو قطعا تموم میکنیم. هنوز برای قضاوت در این باره زود است، اما قطعا تا آن زمان تخت‌های بیشتری از بیماران مبتلا به کرونا پر می‌شود. بیمارانی که بعضی از آنها شاید دیگر هرگز روی زندگی را نبینند. فیروزه اکبریان، بی بی سی. نامه یک پزشک ایرانی در رسانه‌های بلغارستان هیاهوی زیادی به پا کرده. دکتر عبدالله زرگر رئیس یک بیمارستان در شهری کوچک در فقیرترین کشور اتحادیه اروپا است. آقای زرگر به دلیل قانون جدید که به خارجی‌ها اجازه ریاست نمی‌دهد از سمتش برکنار شد. اما مردم با جمع کردن امضا خواستار بازگشت او شدند و دولت هم به خاطر خدماتش بعد از 16 سال به او تابعیت بلغارستان داد. همکارم پرهام قبادی با دکتر زرگر صحبت کرده و درباره اتفاقات اخیر و برنامه‌های آیندهش از او پرسیده. دکتر عبدالله زرگر اسم پزشک ایرانی در رسانه‌های بلغارستان. دکتر عبدالله زرگر حالا نامی آشنا در این کشور است. رئیس بیمارستانی که از سمتش برکنار شد، اما علاقه مردم به او باعث شد هم صندلی ریاست برگردد، هم شهروندی این کشور را تقدیمش کنند. قانونی جدید در بلغارستان اجازه ریاست خارجی ها بر بلغارها را نمی دهد. البته نه همه خارجی ها. رئیس یا باید اهل بلغارستان باشد یا کشوری دیگر در اتحادیه اروپا. دکتر زرگر اهل آذربایجان شرقی در ایران است و 16 سال است که در بلغارستان زندگی می کند. او که 52 سال سن دارد، پیشتر برای شهروندی بلغارستان اقدام کرده بود، اما درخواستش رد شد. بلغارستان در جنوب شرقی اروپا
و فقیرترین کشور اتحادیه اروپا است. دکتر زرگر حتی در پایتخت زندگی نمی کند. بیمارستانش در شهری است کوچک به نام ایسپریخ. از دکتر زرگر پرسیدم که چطور شد آنجا رفت. بهم گفتن که اینجا یه بیمارستانی است که داره ورشکست میشه، بسته میشه. یه دوستی دارم اون تو آلمان الان متخصصه، گفت اگه امکان داره بیای کمک کنی. منم همون داشتم قرارداد میبستم با انگلیس با بیمارستان کرو، دیگه تصمیم گرفتم بیام اینجا. 8 سال پیش بود اومدم تو این شهر کوچیک است، ایسپریخ اسمش است. وقتی بیمارستان ورشکسته را راه انداخت همه قدردانش نبودند. مقامات محلی، همکاران و حتی مردم به دکتری خارجی خوشبین نبودند، اما با خدماتش احترام همه را برانگیخت. در بیمارستان بخش‌های جدید باز کرد، تجهیزات تازه خرید و متخصصان مختلف استخدام کرد. وقتی با اجرای قانون جدید از ریاست بیمارستان برکنار شد، مردم بیکار ننشستند، تومار جمع کردند. توماری که 7000 نفر آن را امضا کردند در شهری که تنها 9000 نفر جمعیت دارد. ملت شروع کردن به جمع‌آوری امضا. البته جمع‌آوری امضا من نمیدونم تو یوکی چطوره، تو بلغارستان خیلی کار مشکلیه. اینطوری نیست که شما برین همینطوری امضا جمع کنین. قانون‌های خاصی داره و خیلی مشکله. قرار بود حدود 20 روز امضا جمع کنن که حدود 1000 تا مثلا امضا جمع کنن بفرستن وزارت بهداشت، که تقریبا 5 روزه 7000 تا امضا جمع شد. این امضاها رو جمع کردن، بعد تلویزیون ها هم کمک کردن، دعوت کردن از بعضی تلویزیون ها. وقتی داستان رسانه‌ای شد، پای دولت هم باز شد. روندی که پیشتر به مشکل خورده بود، 2 هفته‌ای حل شد. به دکتر محبوب شهروندی بلغارستان اعطا شد. امروز نخست وزیر بلغارستان به این شهر کوچک آمد برای دیدار با دکتر ایرانی و حالا بلغارستانی، همراه با وزیر بهداشت و وزیر اقتصاد. دکتر زرگر میگوید پیش از این اتفاق قصد مهاجرت داشته، اما حالا نمک گیر شده. من واقعیتش باز میخواستم در بیام در انگلیس کار کنم. خب میدونین اونجا هم احتیاج هست. من جی ام سی رجستریشن دارم به عنوان متخصص، کانسالتانت میکنم کار کنم. تصمیم گرفته بودم که بیام دیگه، چون این کار که نمیشه، من به خاطر این کار اومدم اینجا. ولی الان از طرف ملت یک علاقه نشون داده شد، از طرف دولت اونقدر احترام به من گذاشتن، به ملیت من، به کار من، که واقعا من دیگه هیچ از نظر روحی و وجدانی حق ندارم که تصمیم بگیرم حداقل از اینجا خارج شم در این زمان نزدیک. مردمی قدردان زحمات دکتری که خدمت به آنها را به مهاجرت به کشوری ثروتمندتر ترجیح داده. پرهام قبادی، بی بی سی. این بود پایان این 60 دقیقه امشب. رسیدیم. ممنونم از همراهیتون. شب ولنتاین خوبی براتون آرزو میکنم. خوب و خوش باشید.